عرض سلام مجدد و خدا را شک گفتن این فرصت را آغاز می کنم و خیلی ممنون هستم که به این برنامه توجه میکنید و امیدوارم که حضور خداوند در لابلای این مطالبی که از کتاب اعمال رسولان بررسی میکنیم قلب وجود شما را در بر بگیره ما در مطلب گذشته که دلایل قیام عیسی مسیح را بررسی کردیم گفتم که اولین و مهمترین هدف عیسی این بود که قیام خودش را به شاگردان آشکار کنه آنها با عیسی مصلوب شده روبرو شده بودند و الان عیسی میخواست که با عیسی قیام کرده هم روبرو شوند ما هم خیلی وقتا توجه فقط به صلیب عیسی مسیح و عیسی مصلوب شده اما خوبه که دوست و برادر خواهر عزیزم ما به عیسی قیام کرده هم نگاه کنیم او قیام کرده او الان در دست راست خداست او دیگر ضعیف و زخمی و در قبر نهاده شده نیست بلکه قیام کرده و الان با اقتدار تمام حکومت میکنه و وارد قلبها میشه دگرگونی ها ایجاد میکنه او زنده است شاگردها بعد از اینکه با قیام عیسی مسیح روبرو شدند و با دلایل انکار ناپذیری دیدند که عیسی قیام کرده به این باور عمیق رسیدند عیسی مرحله دیگه دوم ماموریت خود را آغاز کرد به آنها گفت که در اورشلیم بمانید تا از روح القدس پر شوید و در حضور بیش از 500 نفر آنها را هدایت کرد در کوه در جلیل بر کوه زیتون و در انظار اونها به آسمان صعود کرد این حقایق به قدری زیباست که جا داره ما از کتاب امار رسولان ما این بخش رو از باب اول قرائت کنیم و با همدیگه ببینیم کتاب اما رسولان باب یک از آیه 6 به بعد اینطوری میگه پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده گفتند خداوند آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت به دیشان گفت از شما نیست که زمانها و اوقاتی که را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید آنها هنوز به این فکر میکردند که عیسی به عنوان داوود جدید قوم اسرائیل برای پادشاهی بر اونها اومده و سرداری بر اونها اومده و مدام به اون پادشاهی و حکومت داوود گونه فکر میکردند نه اما عیسی مسیح به این موضوعات زیاد نپرداخت و مأموریت خودش را اعلام کرد که شما از روح القدس پر خواهید شد در آیه 8 میگه لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم تمام یهودیه سامره و تا اخصای جهان و چون این را گفت وقتی که ایشان همین گریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در رو بود بیش از 500 نفر در جای دیگه کلام خدا میگه که اونها نگاه میکردند عیسی مسیح در نزد اونها با آسمان صعود کرد چقدر پر جلال. و چون با آسمان چشم دوخته می بودند هنگامی که او میرفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان استاده گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید همین عیسی که, که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید در عهد عتیق کتاب زکریا میگه که ایسای مسیح از آسمان نزول خواهد کرد و پاهای او بر کوه زیتون قرار میگیره همان گونه که اینجا بر کوه زیتون به آسمان صعود کرد فرشته گفت که به همین طریق او برمیگرده کلیسای عیسی مسیح منتظر بازگشت پرجلال جلال اوست او حقیقتا از مردگان زنده شد قیام کرد و به آسمان صعود کرد به دست راست پدر پرجلال جلال پدر پر آسمانی است در اقتدار و در قدرت الهی نشسته آنگاه میگه شاگردان به اورشلیم مراجعت کرد از کوی مسما به زیتون که نزدیک به به مسافت سفر یک روز سبت است و چون داخل شده بالاخانه ای آمدند که در آنجا پتروس و سایر شا... شاگردان و رسولا بودند جمعی اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مواظب بودند صحبت خاص من امروز در دعا مواظبت کردن در دعا ادامه دادن شاگردها فرا خوانده شدند که در اورشلیم بمانند منتظر پری روح رو شوند و آنها در دعا متحد شده منتظر پری روح القدس شدند عیسی مسیح ما را تشویق میکنه که در اون اتحاد روحانی وقف او بشویم و به خصوص شاگردان اینجا با اتحاد با یک دلی خود را وقف عیسی قیام کرده نمودند و آماده پری روح القدس شدند عیسی مسیح به نگفت چند روز دیگه روح القدس بر میاد به اونا گفت در اورشلیم بمانید تا از روح القدس پر شوید در دعا موندن در دعا مواظبت کردن خیلی وقتا دعا کردن سخته عجیب اینکه که و افرادی که او را به سوی آسمان راه پار کردن و او صعود نمود در انظار اونها بیش از 500 نفر بودند اما در بالاخانه 120 نفر بودند و شاید همین هایی که چند روزی هم ادامه دادند تا روز پنتیکات رسید تعداد خیلی کمتر از اونی شدند مردم معمولا اشتیاق زیادی برای دعا ندارند و گاهی اوقات دعا را فقط درخواست نیازها می دانند مرا شفا بده نیاز منو بده مشکلات منو حل کن کمکم کن خانواده من وابسته های من دنیای من مدام من نیازهای من اما دعا خیلی بالاتر از اینه عیسی مسیح دعای ربانی را به ما یاد داد که بگیم ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده تو کرده شود آن گونه که در آسمان فرشتگان عوامر تو را اطاعت می و در ملکوت تو احکام تو اجرا میشه همان گونه آن ملکوت بر زمین نیز اجرا شود بعد نیازهای ما رو به ما بده ما را از شریر رهایی بده و بعد اعلام میکنه که تمامی جلال و قوت تا عبد از آن توست دعا خیلی بالاتر از درخواست نیاز هاست دعا دعای وقف شده دعاییه که اراده او را میطلبه خواست او را میطلبه وقف او میشه پس در دعای مستمر در دعا مواظب بودن به این مفهوم نیست که مدام بگیم بدیم خداوند بده،, بده 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 از او درخواست کنیم بلکه شکر گذاری میکنیم او را میپرستیم تشخیص میدیم که او خداونده و به پاهای او میافتیم وقت او میشیم میگیم نه خواست من نه اراده ای من بلکه اراده تو مردم زیاد علاقه ای به این نشون نمیدن که خواست خدا چیه اونا به خودشون نیازهای خودشون فکر میکنن میدونید انسان بیش از اندازه نفسانی و خطا و خود خودپرسته همه چیزها رو برای خودش میخواد حتی خدا رو هم برای خودش به جای اینکه او خدا باشه به پای اون بیفتیم او بیافتیم او به بپرستیم مثل که ما ارباب میشیم که مدام خدا باید خواستهای ما را برطرف کنه و این کاملا چیزی مخالف اون دعای واقعی که عیسی مسیح به ما یاد داد دعا کردن به اینکه اراده تو کرده شود اراده پدر آسمانی را تلویدن به پای او افتادن داوود میگه در هیکل تو تفکر کنم تا جمال تو را مشاهده کنم تفکر در حضور خدا در کلام خدا فرصت دادن به روح القدس که حقایق آسمان را برای ما بازگو کنه کشف کنه فکر و اراده خدا را برای ما آشکار کنه فرصت دادن به روح القدس که همین کارهایی را که در اعمال رسولان انجام داد در زندگی ما انجام بده به این طریق شاگردا زیاد اون حقایقی را که خدا برشون آماده کرده بود نمیدونستند اما ما میدانیم ما الان کتاب اعمال رسولان را پیش خودمون داریم میدونیم وقتی روح القدس بیاد چه اتفاقایی می‌افته وقتی روح خدا میاد چه دگرگونی در زندگی ما ایجاد میشه روح القدس اولین کاری که در زندگی ما ایجاد میکنه ایجاد خلقت تازه قلب و وجود ما رو معبد روح القدس می سازه و شرایطی را مهیا میکنه که ما بتونیم کاملا پوری روح القدس رو بپذیریم و وقتی حضور پوری روح القدس میاد ملکوت خدا در زندگی ما اعمال میشه به وقتی ملکوت خدا در زندگی ما اعمال میشه و آشکار میشه اونجا معجزات عجیب و کارهای فوق العاده ای صورت میگیره همان گونه که در مقدمه سخنم در ارتباط با اعمال رسولان به اونها اشاره کردم وقتی ما در دعا مواظبت میکنیم یعنی در دعا ادامه میدیم در دعا تسلیم خداوند میشیم و به طور مستمر و با جدیت با غیرت با اشتیاق اشتیاق ملاقات خدا اشتیاق دیدن کارهای او حضور او شنیدن صدای او در خوشا به ها عیسی مسیح گفت خوشا به گرسنگان و تشنگان ما با تشنگی با اشتیاق با گاهی فقر روحانی نسبت به اون ثروت عظیم الهی که خدا برای ما تدارک دیده ما در فقر روحانی هستیم در فقر روحانی در وهله اول توبه نیاز به تسلیمه ولی بعد از اونم هنوز تدارک خدا اینقدر وسیع و عالیه که ما نیاز داریم به اون دولت جلال خدا برسیم و به این طریق ما گاهی نیاز داریم که ببینیم که ما در اون فقر روحانی هستیم و نیاز داریم بیشتر و بیشتر از ملکوت خدا برخوردار بشیم از حضور خدا برخوردار بشیم در نتیجه با جدیت با وقف کاملتر به ایسای مسیح و دعاهای غیورانه خود را وقف عیسی مسیح می کنیم تا جلال او آشکار بشه پس در کلام خدا دیدیم که اونها آنها با یک دلی در دعا مواظب بودند خواست خدا یک دلی و اتحاده در اتحاد قدرت هست و خدا میخواد ما دارای اون قدرت باشیم اون قدرت که در اتحاد وجود داره در خدمات ماشکار بشه خیلی وقتا موانعی وجود داره برای این اتحاد خواست خدا اینه که همه مؤمنین با هم جمع بشن تجمع فیزیکی و جمع شدن همه کلیساها در شرایط کنونی در جان امکان پذیر نیست اما در بخشایی که هستیم کلیساهای منطقه‌ای میتونن متحد بشن میتونن با هم جمع بشن میتونن با هم هم فکر بشن متحد بشند. نبوانه ای برای این اتاد وجود داره اولین مانع غروره نفس انسانه خواهش های انسانه خواسته های انسانه مسائل و منافع اوست باید از اینها کلیسا بتونه عبور کنه افراد بتونن عبور کنه تا به اون اتحاد روحانی برسن در جایی که اتحاد است قدرت است در لاویان باب 26 آیه 8 آیه زیبایی هست که وعده که خدا به قوم اسرائیل میده میگه وقتی شما از من اطاعت کنید پنج نفر از شما صد نفر رو تعقیب میکنه و صد نفر از شما ده هزار نفر رو تعقیب میکنه اگه ما از لحاظ ریاضی و ادا ارقام حساب کنیم وقتی پنج نفر صد نفر رو میتونن حریف بشن یا تعقیب کنن صد نفر 20 برابر میشه در نتیجه صد هم وقتی 20 برابرش کنیم میشه دو هزار باید بگه پنج نفر از شما صد نفر و صد نفر از شما دو هزار نفر رو تغییب خواهید کرد اما میگه صد نفر ده هزار نفر در اینجا در واقع قدرت اتحاده که باعث میشه که اون صد نفر بتونن ده هزار نفر رو تغییب کنند و بر غالب بشن و پیروز بشوند در نتیجه ما وقتی متحد میشیم در اون اتحاد قدرت وجود داره اون قدرت برای ملکوت خدا به کار گرفته میشه و به خصوص وقتی در اتحاد هستیم اون زیبایی روحانی ایجاد میشه که در مزاویر میگه چقدر زیباست که برادران به یک دلی با هم جمع بشوند مثل اون صحنه زیبایی که روغن را بر سر هارون میریختند و بر دامن اون روغن چکه می کرد و صحنه زیبای تقدس و قدوسیت را به نمایش میگذاشت به این طریق اتحاد در کلیسا در جمع برادران زیباست و ما باید با اون اتحاد با یک دلی با جدیت در دعا ادامه بدیم و اون موقع است که جلال خدا آشکار میشه و روح القدس آماده است به میدان بیاد وقتی روح القدس به میدان میاد قلبا را محکمتر به هم می چسبونه جلال خودش رو آشکار میکنه میدانید وقتی ما با ایمان و اتحاد و وقف و ادامه دادن در دعا میمونیم با اشتیاق اون موقع شرایط را آماده می کنیم که روح القدس بر ما بیاد شرایط را آماده می کنیم که خداوند با ما صحبت کنه شرایط آماده می کنیم که خداوند افرادی را اونجا ایجاد کنه که پیغام بدن، نبوت کنن، ترجمه زبانها داشته باشن و به گونه های مختلف حضور و ملکوت خدا اونجا آشکار بشه و آنچه را که خیلی وقتا ما نادیده میگیریم اهمیت به دعا وقت گذراندن با خداوند تفکر در کلام خدا در دعا اینا ریشه های اصلی رسیدن به اون مکاشفات و برکات روحانیه که شاگردان این کار رو کردن اون آنها بدونه که بدونن چند روز با اشتیاق در حضور خدا موندند و کلام خدا میگه منتظرین خداوند قوت تازه خواهند یافت درمانده نخواهند شد ناتوان نخواهند شد بلکه قوی دل میشوند قوت تازه مییابند آنها در دعا موندند و ماندن اونها در دعا شرایط را آماده کرد که پنتیکاست را ایجاد کنه مراحل بعدی پنتیکاست پیامدهای بعدی پریو روح القدس و مراحل بعدی پس ما میبینیم که زندگی مسیحی یک خط مش مشخصی داره شناخت عیسی مسیح دیدن قیام او و آماده شدن برای وقت شدن به او تسلیم شدن به او در دعا و فرصت را برای روح القدس ایجاد کردن آمدن روح القدس و جاری شدن قدرت خدا اینها همه به هم وابسته هستند در جایی که اتحاد و همدلی و وقف و تسلیم هست و قلب ها آماده و مشتاق روح القدس آنها باید آماده دیدن روزهای جدیدی از اعمال رسولان کارهای روح القدس در کلیسا باشند و جلال و قدرت خدا در کلیسا آشکار بشه خیلی ممنونم در این بخش من به همین قناعت میکنم و فقط مروری میکنم به این مطالب که شاگردا ایسای مسیح صعود کرده را دیدند و داشت صعود میکرد در انظار اونها و دیدند ایسا رفت به آسمان ایسای مسیح مأموریت خود را تمام کرد کاری که باید انجام بده انجام داد او مرد زنده شد و در انظار اونا صعود کرد و در اقتدار الهی نشست او آمرزش گناهان آماده کرده پیغام خبر خوش را داره برای همه مردم تمام کسانی که به او ایمان بیاورند از گناهان پاک می شوند و آماده می شوند که در ملکوت خدا در حضور خدا و در اقتدار الهی زندگی کنند و مانده بعد از اون شاگردای وقف شده تسلیم شده وعده های مسیح را بگیرند و این پیغام خوش انجیل را در همه جا هم زندگی کنند هم اعلام کنند اول ملکوت خدا بین ما آشکار میشه ما لبریز از شادی، خوشی، برکت میشیم همون گونه که در زندگی شاگردان میبینیم. آنها خوشی عظیم داشتند. آنها قدرت عظیم داشتند. کلام خدا میگه به قدرت عظیم به قیامت عیسی بشارت میدادند. اتحاد عجیبی در بین اونها موج میزد. آنها حاضر بودند از جان و مال خودشون بگذرند. و شد فرصت هایی که افراد جان خودشون رو به خاطر انجیل با خوشی مثل استیفان دادند. اموال خودشون رو میدادن همه اینها پیامد اون عملکرد قدرتمند ملکوت خدا بود که وقتی ما در دعا متحد میشیم میمانیم شرایط رو آماده میکنیم تا جلال خدا آشکار بشه روح خدا بیاد و ما وارد اون هیته های روحانی بشیم در اون شرایطی قرار بگیریم که ملکوت خدا بین ما آشکار بشه و مستقر بشه و این سراغازش دعاست ایمان وقف تسلیمه دعا کردن به این مفهومه که ما با اشتیاق دعا میکنیم در دعا ادامه میدیم در حضور خدا میمانیم حقایق روحانی رو از کلام خدا مورد بررسی قرار میدیم و در دعا و تفکر میخوایم که روح القدس حقایق را باز کنه همان گونه که در امان رسولان همین کار رو کردند در این دعا و اتحاد بود که آنها حقایق عتیق احت را فهمیدند بعدها پتروس در معیزه خودش ذکر کرد یا اونا فهمیدند که یکی از شاگردا باید علیه ایسای مسیح اقدام کنه یهودا بود و باید کسی دیگه به جای او مقرر بشه و اونها متیاس را به جای یهودا انتخاب کردند پس در همون دعاها اونا به کلام خدا فرصت میدادند عقایق را بررسی میکردند و به آیاتی از کلام خدا فکر میکردند و روح رو رو اونها را باز میکرد امروز من و شما وقتی در حضور خدا رو زانوها میمونیم در اون تفکر عمیق روحانی فرصت بدیم به روح القدس روح القدس شروع میکنه حقایق را باز کردن حقایقی را از کلام خدا خواهیم دید که اون حقایق زنده میشن جان میگیرند و در زندگی ما اثر میگذارند و در زندگی ما آشکار میشوند و کم کم ما به هیتهای وارد بشیم که هیته های روحانیه جایی که ویژگی های ملکوت خدا اونجا قرار داره که سای مسیح گفت که اگه من به انگشت خدا دیوها را اخراج میکنم پس ملکوت خدا به شما رسیده ما وارد هیتهایی میشیم که اونجا دیوها می شیاطین فریاد زنان اخراج میشوند مردم شفا پیدا میکنند جواب دعاها ظاهر میشه فرشتگان از آسمان میان پیغام ها میارن ملاقات ها میکنن و اون نردبان یعقوب، نردبان الهی که یک سرش بر زمین بود و سر دیگرش در آسمان و فرشته ها بران صعود و نزول می کردند، اون نردبان را خواهیم دید که عیسی مسیح که از طریق او فرشته ها ظاهر شوند پیغام میارند و جواب دعاها را میبرند و ما وارد هیتههایی میشیم که اونجا هیته روحانیه دنیای روحانیه جاییه که ما خیلی چیزها را میبینیم که با حواس پنجگانه با چشمای انسانی قادر به دیدن اونها نیستیم پس دعوت خداوندینه که ما در دعا وارد بشیم با جدیت و با اصرار ادامه دادن در دعا فرصت دادن به روح که با ما صحبت کنه ما قلب ها رو آماده می کنیم و در چنین موقعیتی است که روح القدس میاد میاد به زندگی ما و اعمال رسولان با قدرت شروع میشه و باید در همون مسیر هم ادامه بدیم وقتی در اون مسیر ادامه میدیم جلال خدا آشکار میشه ایزان در پایان اجازه بدهید این نکته را خدمت شما بگم که زندگی مسیحی اینطوری آغاز میشه که با ایمان توبه می کنیم, تسلیم میشیم نجات پیدا می کنیم. مرحله بعدی با دعا و تسلیم شدن به خداوند از روح پر میشیم توبه و نجات پر شدن از روح مرحله بعدی ادامه پر ها چون روح مکرران مکررا بر شاگردان می اومد. آنها در جایی که بودند دعا می کردن میومد و در اون جایی که بودند تا زلزله هم حادث می شود. زمین به لرزه می اومد و اونها با دلیری کلام خدا را کلام خدا می گه اعلام می کردن پری های بعدی و بعد اطاعت از روح القدس و پیروی از روح القدس ما را به حیطه های روحانی می کشه و برای ملکوت خدا قدرتمندانه می تونیم خدمت کنیم و ملکوت خدا را خود زندگی کنیم و سعادت و خوشبختی درونه خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه خدا رو شکر کنم و دعای من اینه که با آمادگی آماده بشیم برای ملاقات رول القدس پوری رول القدس پوری های بعدی و به جایی برسیم که مثل امار رسولان اون دوران رسولان در زندگی و خدمات و کلیسای ما آشکال بشه متشکرم خدا شما رو برکت بده